انبوهی از های غذایی دایات مواد غذایی را به پروتین تبدیل می کنند که از آن برای تغذیه ماهی ها،, ها، و خوک ها استفاده می شود. از ینگس نشان می دهد سرمایه گذاری های اساسی در علم و انجینیری این روند را بهبود بخشیده که در نتیجه تولیداتشان را از چند صد تا 200 هزار تن در سال افزایش دادند. در سال 2050 ما باید 70 درصد مواد غذایی بیشتر تولید کنیم و ما فقط 5 درصد زمین قابل کشت خواهیم داشت. بنابراین باید با زمین کمتر مواد بیشتر تولید کنیم. ما زمین قابل کشت کمتری داریم، آب کمتری داریم، انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتری خواهیم داشت. حیوانات پروتئین تولید می کنند اما کارشناسان می گویند حشرات پروتئین با کیفیت مشابه با خوراک آب و فضای کمتری تولید می کنند کشاورزی و فراورده های مواد غذایی کنونی زایات غذایی را برای انسان مناسب نمی دانند. اما اظهار می کنند که این زایات قادر بر رشد سریع حشرات است مگز های سیاه در یک کارخانه مزرعه پروتکس در هلند در حال پروازند و مواد زاید را به جای ماندن در محل های دفع زباله به پروتین چربی و سایر مواد مغذی تبدیل می کنند. در طول ده سال گذشته دانشمندان و انجینیران در کارخانه پروتکس از تکنولوژی استفاده کرده و از حسگرها یا سنسورها، دوربینها و های مختلف کنترل استفاده کردند تا درباره زیست شناسی، رفتار حشرات و سلامتی بیشتر آنان بدانند و روند کارآمدتر آنها را بیاموزند. بنابراین ما حشرات را تقریباً به طور هفتگی بهبود می‌بخشیم. در حال حاضر بازار عرضه و تقاضا فناوری بهرهبرداری و زیستشناسی و از سوی دیگر تحلیلگران تجارت و مدیرعاملان صنعت خوشبینند که آنها در آستانه این عمده قرار دارند پیش بینی می شود که پرورش ماهی مشتری عمده ای برای محصولات حشرات باشد در حال حاضر بسیاری از خوراک های ماهی از سید ماهی های دیگر حاصل می شود اما حشرات می توانند منبع پروتئینی جایگزینی را ارائه دهند که آسیب محیطی کمتر را و اقیانوس ها وارد کند رشد روزافزون نفوس انسان تقاضای زیادی برای پروتین های ماهی ایجاد می کند و این سبب می شود تا تقاضای زیادی برای محصولات حشرات ایجاد شود این موارد همه سبب افزایش امیدواری برای مدیران صنعت حشرات است